دوازدهم ژوئن توسط سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایتس واچ وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظمی شیرازی روز جهانی شیعیان نامگذاری شده است. نامگذاری 12 ژوئن به روز جهانی شیعیان پس از جنایت اسپایکر عراق در سال 2014 میلادی صورت گرفت. اسپایکر نام پایگاهی در شمال عراق است که در اختیار نیروی هوایی ارتش عراق قرار دارد. دانشجویان نخبه عراق در دانشگاه افسری ضمن آموختن فنون پرواز و دیگر علوم و فنون هوا و فضا به استخدام نیروی هوایی عراق در می آیند. 8 سال قبل در 12 ژوئن 2014 میلادی سنی های تندروی داعش با همکاری تعدادی از افراد حزب بعث و رؤسای قبایل منطقه، دانشجویان و کارکنان شیعه دانشکده را با خیانت فرمانده این پایگاه و فریب دادن دانشجویان از اسپایکر خارج و در حالی که کامل غیر مسلح و حتی لباس راحتی بر تن داشتند سر یک یک این جوانان را از بدن جدا کرده و به طرز فجیعی به شهادت رساندند. روز جهانی شیعیان روزی نمادین برای توجه و مبارزه با ظلم و نابرابری علیه مسلمانان شیعه است. با وجود گستردگی جمعیتی شیعیان، اما این گروه از مسلمانان در زمره قربانیان تبعیض و اقدامات خشونت آمیز در سراسر جهان هستند. مسلمانان شیعه به دلیل اعتقادات خود نه تنها توسط گروه های تروریستی بلکه توسط دولت هایی که سیاست ضد شیعی را در داخل و خارج از مرزهای خود سامان دادند تحت تبعیض، حبس و حتی اعدام قرار می گیرند. متاسفانه خشونت علیه مسلمانان شیعه تمایزی میان قربانیان خود از نظر سن، جنس، مکان و جایگاه اجتماعی و اقتصادی قائل نیست. حیدر مجید، اخبار شیعه. به همین مناسبت جناب آقای مصطفی اکوند مدیر سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان از آمریکا با ما هستند. آقای اکوند سلام، وقتتون بخیر. سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. ممنونم. از علت نامگذاری 12 ژوئن به روز جهانی شیعیان برای بیننده های اخبار شیعه بفرمایید. ببینید، ما از نظر دینی روز جهانی زیاد داریم، اما متاسفانه برای شیعیان هیچ روز جهانی اختصاص داده نشده بود که سازمان های حقوقی و انسانی و دولت ها بتونن از اون استفاده بکنن و معرفی بکنن شیعه رو و اتفاقاتی که برای شیعه رخ میده. برای همین بعد از فاجعه بزرگی که اتفاق افتاد، کمپ اسپایکر در عراق و کشتار تعداد زیادی از شیعیان به صورت زنده، ما بر این صدد شدیم که بتونیم یک روز جهانی رو معرفی بکنیم و به وسیله اون بتونیم هم دنیا رو و هم مؤسسات مختلف رو و سازمان ملل رو به این وا بداریم که بتون بیشتر توجهی داشته باشن به شیعیان و گرفتاری هایی که شیعیان دارن در کشورهای مختلف. پس از گذشت 8 سال از فاجعه اسپایکر، آیا هنوز درباره چرایی و چگونگی قتل عام حدود 2000 جوان دانشجوی نخبه عراقی ابهامات وجود داره؟ 100%. متاسفانه برای کار کردن روی یک کیس بزرگی مثل این، هم مردم باید سعی و تلاش بکنن و هم دولت عراق باید سعی و تلاش بکنه و ما متاسفانه هیچ اقدامی که نشون بده دولت عراق به این فاجعه اهمیت میده و میتونه و کاری کرده که حتی یا کمکی برای خانواده ها بشه و یا اینکه بتونه سعی بکنه و این کسهایی که این جنایت رو انجام دادن به دادگاه بیاره نداشتیم و متاسفانه هنوز که هنوزه این رو میبینیم که فاجعه بزرگ اتفاق میفته و دولت عراق هیچ کاری رو انجام نمیده برای این و مردم هم باید هم آگاه بشن در این رابطه. بله. چون متاسفانه خیلی ها حتی اسم کمپ اسپایکر رو نشنیدن، چه برسه به این فاجعه بزرگی که
در این دهه های اخیر اصلا برای هیچ دین و هیچ گروهی رخ نداده. بله، آیا روز جهانی شیعیان و این نامگذاری منحصر به شهدای اسپایکر خواهد بود؟ نه، ما چون این فاجعه خیلی بزرگی بود و جهانیان هیچ اطلاعی از این نداشتن، این رو روز اول کارمون قرار دادیم و هر ساله سعی کردیم یک گروهی رو ادابت بکنیم و یک گروهی رو هایلایت بکنیم اتفاقاتی که برایشون افتاده. یک سال این روز جهانی شیعه رو اختصاص دادیم به شیعیان نیجریه، سال دیگری بر اختصاص دادیم به عزیزان هزاره ما در افغانستان و پاکستان، سال دیگه برای بچه هایی که زیر سن قانونی یا زیر سن 18 سال هستند و در بحرین در زندان هستند، چون عزیزان باید بدونن که بحرین بزرگترین زندان شیعیان زیر سن قانونی رو در دنیا داره و هر ساله ما به کمپینی که انجام میدیم و اطلاع رسانی که میکنیم گروهی رو و اشخاصی رو در کشورهای مختلف که مورد ظلم قرار گرفتن رو اینا رو کیسشون رو هایلایت میکنیم و به جهانیان معرفی میکنیم به وسیله های مختلفی مثل سوشال میدیا، مثل اطلاع رسانی در سازمان ملل و گروه های مختلف و در کشورهای مختلف. ممنونم. مصطفی اکوند از آمریکا با ما بودند.